ولی در پایان سال 2010 جامعه در گردابی از بحران شناور شده است. همه جا نقد و شکایت از رژیم بیمار و کهنه شنیده می شود. رژیم سرکوبگر و فاسدی که 30 سال قدرت را در دستان خود گرفته است و با اعلام وضعیت اضطراری بدترین دخالت ها را امکان پذیر می کند. مردم مصر از فقر شکایت می کنند، از خدمات اجتماعی در هم شکسته، از بیکاری و از افزایش قیمت مایحتاج زندگی. شرایط ذهنی آماده هستند و تنها لازم است که دیگ به نقطه جوش برسد. این فیلم به درون مصر پیش از انقلاب می رود، مصری که در آستانه یکی از غیر منتظره ترین وقایع تاریخ خود قرار دارد و آخرین روزهای حکومت مبارک را پشت سر می گذارد. می خواهیم بدانیم که ریشه های انقلاب مصر به کجا برمی گردد. رژیم حاکم در اکتبر 2010 خبرنگاران را به یک نمایشگاه که در تجلیل از رئیس جمهور برپا شده بود دعوت می کند. انتخابات پارلمانی هنوز در پیش روست. رژیم حاکم خود را قوی می داند و برای خود جشن می گیرد. در سرزمین فرعون ها همه چیز خوب به نظر می آید و آینده نیز وعده های زیادی دارد. ولی در خیابان صدای اعتراض به گوش می رسد. البته حضور نیروهای امنیتی مانع رسیدن خبرنگاران خارجی به محل تظاهرات می شود. مانند همه دیکتاتورها رژیم در لاک دفاعی قرار دارد و اولین خط دفاعی دور نگه داشتن رسانه هاست. يا سعادة الباشا يا سعادة الباشا أنا محبوس هنا تعالوا طلعني وضعیت حساس است. رسانه ها محصور و محدود هستند. بالاخره بعد از 2 ساعت به آنها اجازه داده می شود که بروند. چند خیابان آن طرفتر آنها با گروهی دیگر از تظاهر کنندگان مواجه می شوند. این معترضین فعالین جنبش های دموکراتیک هستند که جلودار جنبش اعتراضی می باشند. آنها وضعیت فاجعه بار اقتصادی را زیر زد می برند و تلاش می کنند که مردم را به حرکت در بیاورند. بار دیگر پلیس بر سر راه می ایستد و اعتراض به سرعت خونسا می گردد. قاهره شهری است که شبها زندگی می کند. سیاست هم در این شهر همینطور است. فعالین از تاریکی استفاده می کنند تا جمعیت را برانگیزند و تغییر سیاسی طلب کنند. جوانها فعالترین ها هستند و اکثر ریسک ها را می پذیرند. این نسل فیسبوک و توییتر است که چیزی جز مبارک را تجربه نکرده و رویای آزادی در سر دارد. در یک محله کارگری در قاهره مهتاب برای لغو قانون وضعیت اضطراری و تغییر قانون اساسی امضا جمع می کند. آیا تو بیانیه علیه وضعیت اضطراری رو امضا می کنی؟ خواسته ما یک انتخابات آزاد و تحت نظارت عادلانه هست. ما انتخابات سالم میخواییم. همکاری میکنی؟ خواسته ما پرداشتن فوری قانون وضعیت اضطراری هست. به این فکر کن که اونا چطور خالد سعید رو به قتل رسوندن.